حضرت فاطمه همه تون شنیدید 10 ساله پیغمبر شوهر دادن حضرت زهرا را. فقط حضرت زهرا چون رشید بودن 10 سالشون مثل یه دختر 14 ساله بود، چون اصلا خانواده پیغمبر همشون رشید بود، هیکلاشون با رشد بودن جسمشون. حالا شما 10 ساله نه 14 ساله، 13 ساله، 15 ساله. واقعا اگر ما تعاون در این کارا بکنیم جلو نمیفتیم، یا تعاون میخواد. پیغمبر اسلام یه دونه دختر نمیگذاشتن بی شوهر بمونه تو کشورشون، حتی یه دونه دختر. معلوم بشه کشور پیغمبر اسلام هم بزرگ شده ها. پیغمبر اسلام 6 کشور زیر لواءشون آمد: حجاز، کویت، یمن جنوبی، یمن شمالی، بحرین و یک که دیگه از خلیج. اینا در زمان خود پیغمبر زیر لواء پیغمبر آمد، یعنی یک کشور بزرگ پیدا کردن پیغمبر. یک خانومی بود به نام ام ورقه، خانم عادلی بود، زن خوبی بود. پیغمبر قرارش دادن که نماز جماعت با زنا بخونه. خود پیغمبرم تو مسجد چون نماز جماعت که میخواندن زنا میمدن. وقت زنا مخیر بودن، میخواستن بیان اقتداء به خود پیغمبر کنن، میخواستن میرفتن خونه ام ورقه اقتداء به ام ورقه میکردن. یه زنی پیغمبر اینجور کار میکردن ها، معلوم باشه. یه زن پاشد وسط مسجد پیغمبر، حالا مردم نشستن، زنام نشستن، گفت یا رسول الله شما تشویق میکنید زنها را به شوهر گرفتن، من شوهر ندارم، شما شوهرم بدید. چون پیغمبر پدر مردم بودن، پدر راست، یعنی پیغمبر پیشون فرق نمیکرد فلان زن دور و دختر خودشون غیر حضرت زهرا که معصومن ها، بچه همه پدر بودن. کنت للمؤمنین ابا رحیما یا رعوفا، اینجوری بودن. خجالت هم نداشت. پیغمبر رو کردن به جوانا که نشسته بودن، گفتن کی زن میخواد؟ یکی گفت یا رسول الله من. گفتن چی داری؟ گفت هیچی نداره. گفتن سوره قرآن از حفظ داری؟ گفت بله. گفتن خب یک سوره قرآن مهر قرار دادم من که سوره قرآن را یاد این بدی تا خدا انشاءالله بی نیاز تو کنه در مستقبل. خانم قبول داری؟ گفت بله. گفتن خب من عقد بستم این خانم را از برای این آقا. اینقدر این مبارک شد چون راست بود قصه. ما حتی عروسیامونو دروغش کردیم. پیغمبر اسلام فرمودن خوشبخت ترین زنهای امت من اونی که هرچی مهرش کم باشه. خیر و نساء امتی اقلهن مهرا. خود پیغمبرم وقتی حضرت زهرا را خواستن شوهر بدن، کافی بهترین کتاب ماست اونجا نوشته که پیغمبر فقط مهر حضرت زهرا را 36 درهم، یعنی 36.5 مثقال نقره قرار دادن و به خلاص شد. این برکت هم مال همین کار است. حضرت امیر میفرمان شب عروسی ما اتاق خونمون زیر و بالا بود، فرش نداشتیم فرشش بکنیم، من رفتم عبام پر رمل کردم اووردم رمل فرش کردم، این فرش اتاق ما شد. این علی ابن ابی طالب درست میکنه. ما تابع پیغمبریم یعنی چی؟ حالا ما نمیدیم 36 درهم یعنی 18 مثقال نقره. 36 درهم 18 مثقال نقره است؟ نه آقا، متوسط. شما وقتی قرار دادید فلان قدر تومن یا فلان قدر دینار مهر دخترتون یا خواهرتون را، میدونید 1000 تا دختر تو خونه میشینه؟ اینا حساب نداره واقعش؟ به حساب داره دیگه. به باور بکنید که اینجور زندگانی زندگانی گواراست، اینجور زندگانی زندگانی هنیه. این زندگانیه که پیغمبر داشتن، حضرت امیر داشتن، امام حسن داشتن، امام حسین داشتن.